برنامه خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز یک شنبه سیوم ماه جدی سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. ثبت نام های رهبران حکومت وحدت ملی و دو نامزد دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. رئیس تیم انتخاباتی ما شامل تیکت انتخاباتی، رئیس اجراییه و معاونین و دو معاون ریاست اجراییه خواهد بود. اوکلت از موک تیم بریالیشی او پوپوره صلاحیت راشی دی پات نور و چاره انشالله و تعالی آسانه ده. واکنش شدید رئیس جمهورگانی در برابر طرح ایجاد حکومت موقت. اگر کسی اتو طرحهای احمقانه داره و چند مامور سابقه که ظرفیتشان نما شاگرد نمیگرفتنشان آمدن طرح حکومت موقت میگن دوباره فکر. حمله انتحاری بر کاروان موترهای ولی لوگر برای امنیت ملی این ولایت. سومین سال روز حمله بر موتر کارمندان موبی گروه. با خوشبینی مخالفان حکومت سوریه در برای به میان آمدن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه. جازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بر روز آخر روند ثبت نام های نامزدان ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، نور رحمان لیوال و شهید محمد عبدالی با دسته انتخاباتیشان ثبت نام کردن. عبدالله عبدالله نخستین کسی بود که امروز دسته انتخاباتیش را با شعار ثبات و همگرایی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت کرد. آقای عبدالله این دسته انتخاباتی را ملی میداند و میگوید که اگر پیروز این انتخابات شود، ریاست اجرایی را با دو معاون آن نیز مشمول نظام خواهد ساخت. در مراسمی که پیش از ثبت نام برگزار شده بود، جنرال دوستم معاون نخست رئیس جمهور و محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح پشتیبانیشان را از عبدالله عبدالله اعلام کردند. شریف امیری گزارش می‌دهد. رهبران افغانستان را تشویق کنین دوستان. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در یک توافق با حزب‌های جمعیت اسلامی، جنبش ملی اسلامی افغانستان و حزب وحدت اسلامی افغانستان دسته انتخاباتی را با شعار ثبات و همگرایی شکل داده است. جنبش ملی اسلامی افغانستان و حزب وحدت اسلامی افغانستان دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی را تشکیل بدهد. اگر برای شباب مردم کامیاب شوه، هر تیکت انتخاباتی اولش همی تیم دکتر طیب عبدالله خان. محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح میگوید که دسته های انتخاباتی در برابر یکدیگر قرار نگیرند و میان مردم تفرقه ایجاد نکنند. تیم ثبات و همگرایی به هیچ وجه جنبه قومی و سمتی و لسانی و مذهبی نخواهد داشت. عبدالله عبدالله میگوید که اگر در انتخابات پیروز شود، ریاست اجراییه بخش از حکومت خواهد بود. رئیس تیم انتخاباتی ما شامل تیکت انتخاباتی، رئیس اجراییه و معاونین و دو معاون ریاست اجراییه خواهد. پس از این توافق، در فرجامین روز روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله با دسته انتخاباتیش ثبت نام میکند. از بی‌ثباتی هایی که یاد کردیم و همچنان از بدقولی ها، بدعهدی ها و بیوفایی هایی که رخ داده و مردم از او رنج میبرند. ما در راستای حرکت خواهد کردیم که هم منافع عمومی مردم افغانستان باشه و هم در واقع برای جوانان یک فرصت درستی برای مشارکت، کار در عرصه های مختلف فراهم شود.
این سومین بار است که آقای عبدالله خودش را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کرده است. یکی از خواستهای او این است که انتخابات ریاست جمهوری به گونه شفاف برگزار شود. با این همه حکمت خلیل کرزی، معین پیشین وزارت امور خارجه، در اعلامیه‌ای گفته است که از پیوستن در دسته های انتخاباتی خودداری کرده است. در اولویت هایش کار برای صلح است. محمد اشرف غنی بر انتخابات ریاست جمهوری امروز ثبت نام کرد. رئیس جمهور غنی را در پیکارهای انتخاباتی امرالله صالح و محمد سرور دانش همچون معاونان اول و دوم و نیز محمد یوسف غزنفر بازو عضو چهارم دسته انتخاباتی امراهی می کند. آقای غنی می گوید که با یک دسته انتخاباتی متمرکز و دولتی وارد پیکارهای انتخاباتی می شود و اگر پیروز این انتخابات شود می خواهد روند اصلاحاتی را که آغاز کرده است در 5 سال آینده به پایان برساند. در این حال رئیس جمهور غنی بر برگزاری انتخابات شفاف تاکید می ورزد و نیز شهروندان کشور می خواهد که در انتخابات آینده به گونه گسترده شرکت نمایند. حسیبه تکپال گزارش می دهد. رئیس جمهور غنی نیز دومین کسی است که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کند. ما تاسی تا 15 کاله مخکی ویلی و چیز ما پراتک سر به غلط تختی تاسی ولی دل نیمایی غلط و تختی دل او کله چې زموږ ټیم بریالی شي او په پوره صلاحیت راشي د پاتې نورو چاره انشاءالله تعالی آسانه ده. آقای غنی میگوید حکومت های مصلحتی گذشته باعث بی‌ثباتی های کنونی در کشور است و دسته انتخاباتی وی اجازه نخواهد داد که بار دیگر افغانستان گواه چنین یک حکومتی باشد. از نظر ما عزت ما و آینده ما در یک دولت قوی است، نه در یک ساختار که به اساس گسست ساخته شده باشد. امرالله صالح معاون نخست و سرور دانش معاون دوم او است. اسدالله غزنفر چهارمین عضو این دسته انتخاباتی است و با رئیس جمهور غنی یک جا زیر نام دولت ساز دسته انتخاباتی را ایجاد کردند. معامله مایی است که روایت پیروزی ایجاد کنه که در سخنهای رئیس جمهور به وضاحت آمده بود. این روایت پیروزی را تقویت کنیم و به تضرع نقطه پایان بتیم، به نظم گریزی نقطه پایان بتیم، نه به نظم گریز و جنایتکار و دوست تضرع کنیم و نه به تروریسم. ما خود را بیش از هر کسی دیگر مسئول ساختن یک آینده انسانی و نهادینه‌سازی روندهای دموکراتیک در کشور می‌دانیم. رئیس جمهور غنی از تغییرات جدی در کمیسیون‌های انتخاباتی خبر می‌دهد و می‌گوید که برای انتخابات ریاست جمهوری اصلاحاتی در روند انتخابات به میان خواهد آمد. در این حال نور رحمان لیوال و شاید محمد عبدالی دو تن دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز ثبت نام کردند. نور رحمان لیوال با دسته انتخاباتی مسئولیت و عدالت که عبدالهادی ذوالحکمت معاون نخست و محمد یحییار معاون دومین دسته انتخاباتی هستند وارد پیکارهای انتخاباتی خواهد شد. در دسته انتخاباتی شاید محمد عبدالی عبدالبصیر سالنگی همچون معاون نخست و ذوالفقار امید همچون معاون دوم ثبت شدند. دلتا زین واره واره پر مختگون شوی دی. خو ده بیعدالتی آوج ده. که آغا پا حکومت که ده، که آغا ده حکومت دی بانده ده. از رای مشارکت تغییر ده افغانستان با وجود بیاریم. به همین دلیل کاروان ما کاروان مردمی است. ختمه شما خواد بود که او منشش آغازش مردم محور باشه. در این حال جمهور غنی در برنامه ثبت نامش بر انتخابات ریاست جمهوری میگوید که صلح را گدایی نخواهد کرد و طرح ایجاد حکومت موقت را یک طرح احمقانه میداند. در همین حال عبدالله عبدالله در هنگام اعلام نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری میگوید که اگر این صلح عدالت به همراه نداشته باشد پایدار نخواهد بود. آقای عبدالله میگوید که مردمان کشور صلح با عزت میخواهند و این پدیده باید با واقعیت‌های جامعه سازگار باشد. گلاب الدین غبار گزارش میدهد. صلح شعار رهبران و رویای شهروندان.
در این روزها چندی و چونی رسیدن به صلح از تعهدات تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است. رئیس جمهور احتمال ایجاد حکومت موقت را یک طرح احمقانه می گوید و می افزاید که هرگز حکومت موقت ایجاد نخواهد شد. اگر کسی اتو طرحهای احمقانه داره و چند مامور سابقه که ظرفیتشان نما شاگرد نمی گرفتن بشان آمدن طرح حکومت موقت میگن دوباره فکر کنن. رئیس جمهور روند صلح را مأموریت نیمه تمامش می داند و می گوید که صلح را گدایی نخواهد کرد. طالبان دو انتخاب داریم. غواری چه پاکستان رو نستازی تو بکی او نور گاوندی وادونه او یا غواری چه در افغان پیس لزان استازی تو بکی. که غواری چه نه پاکستان نمایندگی او که موک به پاکستان سر اوگه گیگو. اما که در افغان پیس رازی در عزت کرده برازی. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در هنگام اعلام نامزدیش بر رسیدن به صلح پایدار تاکید می‌ورزد. دفاع از مردم افغانستان هم وظیفه و مسئولیت ماست و جا دارم بازم از نیروهای دفاعی امنیتی ما به خاطر حضورشان در سنگر و دفاع از مردم تقدیر کنیم، قربانی‌های بی‌شمار دادند. گفته‌های رهبران حکومت وحدت ملی در حال ابراز می‌شوند که طالبان گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند، اما فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان تلاش‌هایش را در این زمینه ادامه می‌دهد. در گملایان توری در ولایت لوگر 8 تن از نیروهای دولتی جان باختن و نزدیک به 10 تن دیگر زخم برداشتن. این رویداد امروز در بالاسواری محمد آقا انگام رخ داد که انتحار کننده سوار بر یک موتر کاروان موترهای بالی بر رئیس امنیت ملی این ولایت را که از کابل به لوگر می رفتن آماج قرار داد. مقام های محلی لوگر می گویند که در این رویداد به والی بر رئیس امنیت ملی این ولایت آسیب نرسیده است. غفور صبوری در این باره گزارش تهیه کرده است. یک حمله کننده انتحاری کاروان موترهای والی و رئیس امنیت ملی ولایت لوگر را آماج قرار داد. این رویداد در حوالی ساعت 10 پیش از چاشت روز یک شنبه در شهرهای کابل لوگر در ولسوالی محمد آقا هنگامی رخ داد که حمله کننده انتحاری سوار بر موتر مواد منفجره همراهش را در برابر این کاروان منفجر ساخت. در این رویداد 4 تن از نگهبانان والی، 3 تن از نیروهای پلیس و یک کارمند امنیت ملی جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. په ډیر خوشنۍ سره باید وایو زموږ یو تعداد سربازان د ملي امنیت او د والی صاحب کاردان همدارز ملي پولیس چې په هغه سیمه کې توظیف ول او هلته یې پوسته درلوده دوی ته مرجوبله وخت یې. در این رویداد به والی و رئیس امنیت ملی لوګر آسیب نرسیده است. رئیس امنیت ملی همز ما سره په موټر کې موږ راماتو شهیدان او زخمیان لرو. کاروان والی و رئیس امنیت ملی لوگر در حال آماج حمله انتحاری قرار گرفت که این کاروان میخواست از کابل به لوگر برود. در سومین سال روز چهارشنبه سیاه خانواده های جانباختگان کارمندان موبی گروه و زخمیان این رویداد از آینده ناروشن کشور نگران هستند. این خانواده ها میگویند با آن که عزیزانشان را 3 سال پیش از دست دادن اما هنوز هم تهدید در برابر شهروندان کشور و رسانه ها پایان نیافتند. 3 سال پیش در چنین روز 7 کارمند موبی گروه در گمره انتحاری طالبان جان باختند و 25 تن دیگر زخم برداشتند. انیسه شهید گزارش میدهد. زخم هایی که گذشت زمان هم نتوانسته است آنها را مرهمی باشد. این مادر و پدر در اندوه از دست دادن یگانه دخترشان از 3 سال بدین سو می گیریند. اکنون تنها نامش را زنده نگه داشتند. نام مهری را بر این نواسه ایشان گذاشتند. مهری عزیزی که 5 سال در بخش گرافیک موبی گروپ کار میکرد با زینب میرزایی و مریم ابراهیمی کارمندان بخش دوبلاژ در حمله انتحاری بر موتر کارمندان این نهاد در جاده دارالامان کابل جان باخت. ولی دیگه این کشور اصلا
هیچ امیدی نیست که خدا اگر کدام روشنایی برای ملت کنه دیگه. کلیشون برای میز که یه روز خدا کنه دیگه وطن صلح بیه، آرامی بیه. ما خیلی همه جوانای ما را از دست دادیم، شهید دادیم دیگه. پدر 70 ساله محمد علی محمدی با دو نواسه کوچکش که یادگارهای فرزندش هستند زندگی می کند. بچه خوبی بود، بسیار بچه مهربان، بسیار با خدا، با تقوا. هیچ حرف بعد از دانش نمی رفت بیرون. این مرد 70 ساله تنها سرپرست این کودکان و مادر جوانشان است. وقتش دوار نکنم دخش شده نکنم پیشش که میری؟ بس مرم سنگاشر موشم. محمد حسین، سید جواد و حسین امیری کارمندان موبی گروپ بودند که بر روز 30 ماه جدی سال 1394 هجری خورشیدی در حمله انتحاری بر کارمندان این نهاد جان باختند. شاید یک روزی اتفاق باز برای ما تکرار شود، اما مطمئن باشین که تلاش ما چندین برابر اضافه شده و هنوز هم ادامه میدیم. حمله انتحاری بر موتر کارمندان موبی گروپ نخستین حمله مرگبار بر کارمندان رسانه‌های کشور بود. موبی گروپ آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون 11 کارمندش را در حمله‌های هراس افکنانه از دست داده است. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرهاست طلوع و طلوع نیوز. مخالفان حکومت سوریه میگویند که فرصت یک راه حل سیاسی برای از میان برداشتن بحران این کشور به میان آمده است. یک گفتگو کننده بلندپایه مخالفان حکومت سوریه میگوید که در بسیاری از بخش‌های این کشور آتش بس برقرار شده است و این فرصت برای یافتن یک راه حل سیاسی است. از سوی دیگر یک سناتور پرآوازه آمریکایی هشدار می‌دهد که بیرون شدن زود هنگام نیروهای آمریکایی از سوریه می‌تواند به ترکیه زیان برساند و می‌گوید که نیروهای کرد باید از شهر منبج که در نزدیک ترکیه است بیرون شوند. گفتگو کننده ارشد حکومت سوریه در گفتگوی در عربستان سعودی می‌گوید که آتش بس در بسیاری از بخش‌های جنگ‌زده سوریه فرصت را برای دنبال کردن راه حل سیاسی به وجود آورده است. تلاش‌ها برای پیکار با هراس افغانی نتایج خوبی داشتند. اکنون زمان سرمایه گذاری بر این پیشرفت هاست. آتش بس، مبارزه با هراس افغانی، باور بیشتر مردم سوریه به این که تنها راه حل بحران سوریه راه حل سیاسی است. از سوی دیگر مسئله خروج نیروهای آمریکایی از سوریه هنوز هم جنجال برانگیز است. در حالی که روز جمعه در یک حمله انتحاری داعش در شهر منبج سوریه چندین سرباز آمریکایی کشته شدند، یک سناتور آمریکایی نزدیک به دونالد ترامپ میگوید که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه نباید شتاب زده باشد. من به رئیس جمهور ترامپ گفتم که اگر نیروهای من را از سوریه بیرون بسازید، اما درباره آن خوب فکر نکنید، برای ترکیه یک کابوس خواهد ساخت. رئیس جمهور اوباما با مسلح ساختن نیروهای کرد که با PKK پیوند دارند برای ترکیه یک کابوس ساخت. ترکیه جنگجویان کرد گروه YPJ را که همراه با نیروهای آمریکایی در سوریه در برابر داعش جنگیدند هراس افغان می‌داند و گفته است که عملیاتی را در برابر آنان آغاز خواهد کرد. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. شماری از باشندگان شهر ممبئی پایتخت اقتصادی هند در جشنواره جانوران خانگی شرکت کردند. در این جشنواره در کنار نمایش مهارت‌های جانوران خانگی، صاحبان این حیوانات درباره روش‌های نگهداری، تغذیه و بهداشت جانورانشان چیزهای تازه می‌آموزند. برفباری‌های سنگین در بخش‌های از ایالات متحده با قطع برق بسته شدن مکتب‌ها و ملغا شدن پروازها انجامیدند. بر بنیاد گزارش‌ها تنها در شهر شیکاگو نزدیک به 1000 پرواز به تأخیر افتادند.
ایالات متحده آمریکا میگوید که در حمله های هوایی این کشور بر مواضع گروه الشباب در سومالیا 52 تن از اعضای این گروه کشته شدند. الشباب با القاعده پیوند دارد و در سومالیا و برخی از کشورهای دیگر آفریقایی به حمله های مرگبار دست زده است. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتون می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. تا کنون 11 شرکت بزرگ بارچالانی با آغاز حمل و نقل کالاها در چارچوب سازمان جهانی جاده ثبت شدند. وزارت ترانسپورت میگوید که افغانستان ظرفیت مناسب برای آغاز کار حمل و نقل جاده ای را با جهان دارد و در این بخش تا کنون میلیون ها دلار سرمایه گذاری شده است. از سوی هم شمار شرکت های بارچالانی در کشور با نگرانی از نبود کار میگویند که در حال حاضر اجازه رفتن به کشورهای بیرونی را ندارند. زبی جهانمل گزارش میدهد. پس از آغاز روند آزمایشی حمل و نقل جاده‌ای با کشورهای منطقه بدور، اکنون تلاش‌ها برای شناسایی ظرفیت‌های شرکت‌های باربری در کشور روی دست گرفته شده‌اند. مثلا وزارت ترانسپورت می‌گویند که از 215 شرکت باربری و مسافربری در کشور، در حال حاضر 25 شرکت بزرگ آمادند که روند حمل و نقل کالاها را در بیرون از مرزهای کشور آغاز کنند. ترانسپورت افغانستان بتواند که در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی یک سهم فعال داشته باشد، چون که حقشان است. در 18 سال گذشته با در نظر داشت میزان بزرگ حمل و نقل، بیش از 800 شرکت و اتحادیه در کشور ایجاد شدند. اما شماره از مسئولان شرکت های باربری در کشور میگویند که با وجود سرمایه گذاری های هنگفت در این بخش، اکنون بیشترین موترهایشان که با هزینه های گزاف خریده اند بیکار مانده‌اند. اگر موقع هم خور داشته باشیم موترهای ما بیکار نمیمانند، بخش ما آماده میکنند، کار آماده میکند. از سوی شماره از رانندگان موترهای باربری ناامنی ها، وجود اخاذی ها و ویرانی جاده ها را در کشور از چالش های بزرگ در برابر خودشان میدانند. موتر از اینه میجه رکت میکنه ایراتان میره، مثلا یک موتر رفت آمد 600 لیتر تیل میخوره، 21 پتون کراس در 21 پا که او چرک بزنه او تیل شا بود نمیکنه. با آغاز حمل و نقل کالاها از راه های لاجورد و چابهار، خوشبینی های وجود دارند که محموله های کالاهای بازرگانی از این راه ها به آبهای آزاد و کشورهای اروپا برسند. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 75 افغانی و 50 پول، یک یورو 85 افغانی و 60 پول، یک درهم مراد 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 538 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. رئیس بشمار از اعضای تیم ملی دوچرخه سواری کشور از آنچه که معرفی خودسرانگی ورزشکاران دوچرخه سوار از سوی کمیته المپیک به دور رقابت‌ها در ژاپن میگویند انتخاب میکنند. آنان میگویند سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک یک بانوی دوچرخه سوار را بر اساس روابط شخصی در این رقابت‌ها معرفی کرده است. تمام مسئولان کمیته ملی المپیک میگویند این سفر رسمی نیست و این ورزشکار را برای آشنایی با فرهنگ کشور ژاپن به این کشور فرستاده‌اند. تیم ملبورن رنگت یاران نبی ساخل در رقابت‌های لیگ برتر کرکت استرالیا با تفاوت 6 وکت بازیش را به تیم ملبورن استارز واگذار کرد. در این دیدار برای تیم ملبورن استارز مارکوس استونز با درخشش در بخش توپزنی و توپ انداختن لقب بهترین بازیکن را به دست آورد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.